آتش‌سوزی سنگین در کارگاه و انبار تولید لوازم تحریر در بلوار خداکرم. همونطوری که مشاهده می‌کنید، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی در محل حضور پیدا کردند به همراه خودروهای آبرسان شهرداری در حال اطفاء هستند. انشالله گزارش تکمیلی تعداد خودروها و نفرات و علت و نوع اطفاء خدمت شما در گزارش بعدی اعلام می‌کنم. راس ساعت 14:34 امروز روز نیمه شعبان خبر آتش‌سوزی در کارگاه و انبار لوازم و تحریر واقع در بلوار خداکرم کوچه شماره 15 به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی قم اعلام شد. بلافاصله خودروها از اولین ایستگاه که در ترمینال قم هست به محل اعزام شدند. به علت وسعت حریق و درگیر شدن سوله‌های اطراف 12 خودروی عملیاتی سنگین و آبرسان از آتش‌نشانی و خودروهای آبرسان شهرداری به همراه ادوات لوجستیک پشتیبانی لودر و بیل به محل اعزام شدند. در این حریق میشد 50 آتش‌نشان حضور داشتند که با تلاش همکاران بنده با توجه به ریزش سقف که کار را به سختی پیش برد توانستند حریق را اطفا کنند و اجازه سرایت به سوله‌های مجاور را ندن. در این لحظه که من خدمت شما دارم مصاحبه می‌کنم، همونطوری که مشاهده می‌کنید، همکاران من به داخل سوله ورود کردن. اگر حریق پنهانی باشه حریق رو پیدا کنن و اطفای کامل رو انجام بدن. خوشبختانه تا این لحظه ما مصدومی رو در این حادثه چه از کارکنان و چه از همکاران خودم نداشتیم.